امروز تو با فکر پیروزیات شروع کن، دنبال قهرمانی به آینه ها رجوع کن، اونی که توی آینه است ناجی رویاهاته، اونه که تا ته خواب هر جا بری باهاته. بخند تا دنیا برود، بخند و برفت تا غم بار سفر ببند و ببین زندگی چقدر قشنگه، رویاهاتو بساز. بخند تا دنیا برود، بخند و برفت تا غم بار سفر ببند و ببین زندگی چقدر قشنگه، رویاهاتو بساز. سلام عرض میکنم خدمت همه فالوورهای عزیزم. همون جور که تو استوریای این هفته براتون گفتم، من احتمالاً یا قطعا امروز دیگه آخرین روز زندگیمه و میخوام خودکشی کنم، چون من واقعا دیگه تحمل این زندگی رو ندارم و نمیتونم. ولی چون برای شما احترام زیادی قائل بودم، گفتم که اینکه چجوری من پرواز کنم و از این دنیا برم رو با شما به اشتراک بذارم، که اولین گزینه از نظر من فندک. شما اگر که دوست دارید بنده با فندک نمیدونم چجوری خودکشی میکنم ولی خودکشی کنم، میتونید قلب قرمز انتخاب کنید. گزینه دوم داس، یه مقدار خشونتش بیشتر عزیزای دلم، اگر داس دوست دارید قلب بنفش. گزینه سوم آچار فرانسه که اصلا جزء وسایل نیست، این اشتباه اینجاست. گزینه چهارم تنابه، تناب. اگر شما دوست دارید بنده خودم رو حلق‌آویز کنم، میتونید قلب آبی استفاده کنید. و گزینه چهارم یه چاقوی کنده که من اذیت میشم، ولی اگر شما دوست داشته باشید، بنده احترام خیلی خیلی زیادی برای شما قائلم و با همین چاقوی کند هم کارو تموم میکنم. شما میتونید اون گزینه رو هم انتخاب کنید. اما ما چند تا واژه داریم که با خوده، یکی خودخوری. من میخوام خودمو بزوزونم، نمیدونم اسم این واژه چیه، ولی بنزین داریم. اگر دوست داشتید میتونید از بنزین بگید که بنده استفاده کنم و خودم رو بسوزونم. اما ترجیح جان کریم چهاردستی، من مسلمون نیستم، نذار فیلماتو رو کنم. آقای کریم شما خودت مسلمون نیستی، همه مردم دیدم، من اصلا تو پیجم فقط افشاگری میکنم، نذار افشاگریت کنم، اعصاب منو خرد میکنید. عزیزان دلم، من ترجیح خودم ارتفاعه، یعنی من تقریبا از اینجا تا اونجا که خیلی هست، اگر بپرم چیزی دیگه ازم نمیمونه. علی جان چطوری؟ ببخشید من ریجکتت کردم، لایو می‌خواستم بگیرم، ان شاء الله بعد لایو بهت زنگ می‌زنم عزیز دلم، اون انجام میدم، میام در مغازه اون کارم انجام میدم. چش عزیزای دلم، ترجیح بنده ارتفاعه، بپرم پایین و پرواز کنم و برم، چون حقیقتا من بودی یه چیزی پدر نازنینم پدر نازنینم پدر نازنینم فالوورای عزیزم، بیا پایین الان تمام این ایزو قابا جای پاد میمونه، دستت هم الان قرمز. سلام علیکم خواهر خانم عزیز دل ما، خیلی خوش آمدید. چه خبره؟ چی شده؟ مامان چی شده؟ یه دفعه اومدیم بخوابیم. سلام علیکم، چی شده؟ سلام علیکم، چی شده؟ سلام علیکم، چی شده؟ سلام علیکم، چی شده؟ این مادر داری آنتن درست میکنی؟ الهی قربونت، آنتن ما رو هم یه نگاهی بکن، شبکه ها پارازیت داره. فرخی خانوم هستن که الان تو این شرایط کنار ما هستن. چیزی زده؟ چه میدونم بالا جوان ها این دور زمان ها نگه. معلم خوب پرورشی در سطح استان و کشورشون، بندر هم 4-5 بار تو درس پرورشی انداختن، خیلی سخیرن. پاتو بردار رو ناشورا بای خونم خراب شد. آقا من میخوام بمیرم. بهرام جان بیا پایین با هم دو کلمه منطقی صحبت بکنیم، ببینم خواستت چیه؟ هلیکوپتری چیزی میخوای؟ چیه؟ چرا اونجا نشستی؟ چرا هیچی نمیگی؟ چرا ساکتی؟ چرا خودتو حبس کردی؟ من دیگه تو این دنیای پر از سیاهی و تباهی نمیتونم زندگی کنم. آقا من میخوام ببینم. مثلا شما معلم پرورشی هستی دیگه،
خوب معلم ریاضی فیزیک نیستی. عزیز من اگه پرورشی چیزی میدونستی یه دست گل عین بچه من پرورش میدادی، نه یه چیتا بالا دیوار. من دیگه نمیتونم ادامه بدم، بذارید برم. من بهرام بیا پایین، روی من بالا نیار، بیا پایین. چرا جا نیست من بشینم مادر؟ مادر جان صندلیتون دستتونه، بازش کنید بشینید روش. آفرین، باری کلا چقدر باهوشی تو مادر، حق تو خوردن، تو باید دکتر میشدی نه معلم بهداشت. بفرمایید. آها این عزیزی که زنگ میزنه ایشون آقای دنی هستن که مشکل کلیوی و حرکتی دارن و نمیتونن برن گلاب بروتون. عذرخواهی میکنم. آقا الان نوبت کیه ببره دنی جان رو گلاب بروت؟ آقا بیوک نوبت شماست. فیزیک دان بفرمایید. الان مگه نمیبینی بچه داره خودکشی میکنه الان؟ خب راست میگه هاشم، دیگه تو این موقعیت که تمام آجرای خونه داری میز پای من بدبختم، میگه اینه ببر. خب تو ببر، نوبت اینو تو ببر. بابا این همه رفته دستشویی، حالا دو دقیقه نره دستشویی، با من باید اینجا باشم با این بچه یه ذره حرف بزنم، پرورشی روش کار کنم، بیارمش پایین. من فقط میتونم اینو بیارم پایین. عزیزم الان دیگه همتون اومدید بالا و همه هستن پایین. بیا بیا همه تشریف دارم و من ترجیح میدم که الان خداحافظی کنم از دورتون. فقط نمیدونم که از کدوم وقت خداحافظی. ماما شونه هاشو به ما بوده، بادش بزن ماما. بفرما آلیه جان، این آبقندو بخور تا حال جا بیاد. نمیتونم. بخور دیگه، بخور برای بچه بخور. ماما آلیه بخور دیگه حالت بده. ای چیز جیگر زده، صد بار نگفتم تو جمع من بگو مامی الیزابت؟ ماما زهره جانم مادر یه دقیقه الان میام. ببخشید الیزابت جون، بفرمایید این آب قندو بخوریم براتون خوبه. نه نمیتونم، هیچی از گلوم پایین نمیره. ای بایی چیکار کردی دخترم؟ حالا خوبه گلوش پایین نمیره. وای بهرام چه گردی با مادر بهرام. بهرام مگه اینکه جنازت بیاد برسه این پایین؟ وگرنه محاله من بذارم پاتو تو این عیاد بذارم. بابا جان چرا جدی گرفتی؟ من که خدمتتون عرض کردم یه شوخی ساده است، یه هشتگ به نام هشتگ لطفا خط تیره بیش، خط تیره از، خط تیره گوسفند، خط تیره نباشین. حالا مثلا تو گوسفند نیستی دیگه. خوب بودیم مادرت پس میافتن اینجا میمرد، اون بچه طفل معصوم هم عبه میرفت. ما زبونه تو گاز بگیر، خدا نکنه بچه کدوم بچه رو کدوم بچه میافتاد. نه میگم که میافتاد و این بچه ها له میشد از زیرش، خوب بود عبه میرفتن. بذارید من یه توضیح همین الان بهتون بدم. آدم های بزرگ ریکس های بزرگ بزرگ میکنن. الان شما نمیدونید ولی من با این حرکتم تلنگری زدم به همه آدمهایی که فحاشی میکردن در فضای مجازی. حرف مفت نزن اینقدر. چند بار من به تو گفتم بیا بغل دست خودم واسه 2000 پول در بیار، برو فکر نون باش خربوز آبه، دست از این مسخره بازی ها بردار، کوکوش شنوا. خب راست میگه دیگه، 10 بار من بهت گفتم بیا دستتو بگیرم ببرم به شورای محله، ببرم اینجا یه وساطتی بکنم شاید یه کاری بهت بدن. ببر صدات تو هم. همچی شورا شورا میکنه آدم نظمه بیم کنه شهرداره. تو اگه بلدی میخواستی یک کاری کنی بساط من از شهرداری بکشی بیرون. خب پدر من عزیز من کارت اشتباهه، تو داری در حق مغازه‌دارا اجحاف میکنی. اون مغازه‌دار بدبختی که کلی مالیات میده و کلی چیز دیگه میده، بدبخت چیکار کنه؟ کلی چیز دیگه میده. نمیخواد به من درس قانون یاد بدی؟ پس فردا همین سر برج برزه همین خاورخانه اون وسط عیاد وای میسته، تمام پولا رو از همه جمع میکنی. اون وقت میگه 2000 بذاری کف دست من بدم به ایشون. خوبه تام این وسط داری بول میگیری، ما چندر قاز میارن میذارن کف دست من، انگار آپولو هوا میکنن. یه سری به این بونگای سر کوچه بزن ببین چه خبره. تازه اون پولی که شما به من میدین یه چیزی میذارم روش خرج این خونه میکنم. ماشاءالله ایزار ماشاءالله، تو که 7 همین روزا هم هر چه یارانه داری میگیری. چی میگی خواهرخون؟ بگیرم 7 آخه یارانه به کجا؟ اصلا بگو 8 تا، نه دو قلو بگو 9 تا، به کجا میرسه آخه؟ این 45500 تومان خرج چایشتیری نه این آقا پسرم نمیشه با این قد و قوارش. بابا من دارم دست فروشی میکنم، نه سیبزاری میکنم، هر کاری که تو بگی من انجام میدم، بازم سر برج 8 تام گروه 9ه. کیه که قد بدونه؟ بیا ببین اینا این نمونهش دیگه، قد میدونه این بچه چیزی حالش آخه؟ بیا پایین بچه. خواهر خانوم شما که میدید بنده الان بیام پایین، پدر جان به فارسی سخت بنده رو مورد حمله فیزیکی قرار میدن. من نمیذارم کاری به کارت داشته باشه، وسادت میکنم بیا پایین. نخیر اگه تو تونستی بیا پایین، پایین اومدی ها تیکه بزرگت گوشت، حالا بهت گفته باشم. بویوک آقا حالا بذار بیاد پایین، کاری به کارش نداشته. چه خدا نکن
همین تربیت شما باید شده که این بچه ها این غلط ها رو میکنن. این میذاشتی من کتکشون زده بودم مفصل این آدم میشدن. آجون من کوچیکتم، من غلامتم، شما بذار من بیام پایین، بذار این پیج بره بالا، من یه سری ها رو ریپورت میکنم، بعد قول میدم که برای شما یه سمساری مجازی یا میوه فروشی مجازی بزنم، شما کارکاسبیت رونق بگیرو. آره ولش کن بذار بیا پایین، شرش کندشه. خیلی خوب برا بیا پایین، میخوام چهار کلون مردونو با طرف بزنم. بیا پایین بینم کاری دارم. بیا چشم من میام پایین، ولی آقا جون شما قول بدید که با فارسی کاملا ساده با هم دیگه گفتمان کنیم. باشه برام جانم. آقا جون بیا. آقا جون نزنی ها، کاریت ندارم، کاریت دارم آن جون. هم نمیشه کار داشت هم کار نداشت. کاریت ندارم، میخوام دو کلون مردونه با هم صحبت کنیم. گوشید کو گوشین گوشی بده آقا جون، نزنی مثل اون سری بهش کنی. کار دارم. بده بفهم همینه. بله خیلی خوب. بیا بسرم. بیا من تو رو دوست دارم بسرم. تو پسر بزرگ من هست آقا جون. بزرگ شهرامه قد تو میگم. بله بله بله. من میخوام پس فردا که پا به سن میذارم تو کمکم کنی، ور دستم باشی، چه میدونم دستمو بگیری. چرا این کارا رو میکنی؟ واقعا میگی آقا جون؟ آره دیگه. جدی؟ آره. تو چشام نگاه کن. آه. دستو بذار تو دستم. بذار زیر. آقا جون زدی. زدی. نه کاری ندارم. بیا. نه. ببین حرف منو درست گوش بده. من میگم پس فردا من پیر شدم میخوام تو عصای دستم باشی. آقا جون اینو از اول بگو. شما اجازه بده من پیجم بالا بیاد، بعد برای شما هم یه فروشگاه مجازی میزنم، نمیدونم یه سمساری مجازی، اصلا یه عتیقه فروشی مجازی. مجازی؟ بله دیگه آقا جون. پول در میاد؟ خیلی آقا جون. ببین مثلا نگاه کن انقدر پول در میاد، شما الان بذار اینجوری براتون مثال بزنم. این الان میبینی پشت پر موهاتون رو میبریمش یکی از این اکستنشن های خفن، اون موقع میشه پرپشت. همینو میدم بالا. آقا جون اینو بدم بالا که اذیت میشن، چیزی نداره، میذارن اینجا میدم پایین. خوبه خوبه. تو مادرت هم دوست؟ آره دیگه مامان جونم دوست داره. طبیعی در میاد دیگه آقا جون. انقدر طبیعی در میاد داره فیلمای تبلیغاتی شما رو عمو میگیرن میکنن تو آب در میارن، هیچیتون نمیشه. لو نره آبرومو بده. نه آقا جون خیالت راحت. خوب نه حالا اون که بعدم بعد پول در بیاد بعدش. خب من میگم الان ببین من میخوام پس فردا که پیر شدم تو کمکم کن. چرا این کارا میکنی؟ تو باید عصای من باشی. خیلی ایده خوبی آقا جون. ببین شما یه ذره که سنت بره بالا ما یه چالش را میندازیم، یه هشتگ میذاریم عصای دست خط تیره باشیم. خوبه هشتگ؟ هشتگی دیگه. مجازی. مجازی چالش بود. چالش دیگه همه میدونن چالش. نه خوبه دیگه خوبه. اتفاقا من هم میخواستم بهت بگم، من فکر کردم که خوب. چالش کنیم مجازی رو چیزش کنیم. بس چالش میخوایی آقا جا؟ چالش میخوایی منم چالش میخوایی بابا با تو چالش میخوایی تو که بگردی منم خلاه بازی ها دارن نگیر بازی ها آقا با احترام عصبانی میشم. من اینو چالش میکنم این جور، دخالت نکن. آقا بیوش دارم عصبانی میشم، بسته دیگه. برید بالا، برید. بچه‌ها اینجا. برید اینجا میرم. برید اینجا میرم. اینجا میرم. دفعه آخر میشه شورا میکنی با سنا نمیدی؟ برید خورم چال میکنم این جور. برید آقا مادر بگم با خونه تون برو یه حوله بیارن و خوش کن. میگم آقا بهرام حالتون خوبه؟ کمک بده برم تیوب بیارم براتون. تیوب؟ نه من فولم، شما ملاحظه کنید من عالی شنا میکنم. ملاحظه کردین؟ حالا بذارید تران پشتم رو نگاه کنید، از این خیلی بهتره. مثلا شنا تنم خوبه. نه تو تنم بذار بیار حالا پشت قورباغه هم بعضی وقتا میرم. این همه هم دستشویی میری سبک نمیشی. بشه نمودن بشه بذارم به تخته. آفرین خمود یه چکا میکنی برو تو دیگه. بابا صدا میزنن. اومدم. باز دستشویی الان تو بودیم دیگه. مخلص بابای مهندس خودم هم برم. الیزابت چی شدی سیمچینا؟ یعنی اینقدر دست ما ناراحتی بابا؟ اخ نکن بهت نمیاد خدا.
این رو تاخچه رو یه گرگیری بکنیم بعد نیستا. نه قشنگ علوم از دست من ناراحتی بس از دل دقیقا در نیم بس دست رو بکنم نمیخواد بس دست رو بکنم بابا جا بس رو ببوسم بس رو اون یکی بزن بچه میگم آقا بده به من دست رو بخوای با من کل کل زور بندازی ها بکن آخه پدر من تو این یه مورد که واقعا من میبرم کوچی که تمام ولی میبرم بچه من با این دستم یه عمر کارگری کردم جلو کم بیارم الان تو چی؟ سنگین ترین چیزی که تو زندگیت بلند کردی همین چیزی ته همین گوشیه هست باس باسکی پدر من اگر من بردم چی؟ اصلا چی بهم میدی اگه بردم؟ هشتگ همیشه قهرمان بخواب خواه یک دو سه خیلی مخلصی خوش آمد حقا که بچه خودم مثلا بپر سر کوته چهار تا نون بخر بیار میخوام یه املت درست حسابی درست کنم با هم صبحونه بخوریم برو آشه پس تا اینجا اومدم پاتم ببوسم برو نمیخواد خواهش میکنم جورا پامه برو برو سلام مونا خان این چایی؟ نه دیگه تو آشپزخونه دارم چایی دم میکنم میگم ببخشید باعث زحمت شدیم مونا خان ما اب نداره تو باشه از این زحمت ها مونا خان لایو دیدی خیلی خوب بودا بله ولی آقا بهرام قبول کن یکم چالشتون سخت و خطرناک بود خوب بچم آقا بهرام چرا من وقتی درخواست دادم که بیام تو لایوتون بالا قبول نکردی؟ آقا منو فالو داریم اونو خانم اونو خانم نگرانم هم شدید حین چالش درسته؟ نمیدونم نه دیگه نگران شدید که رفتی به مامان گفتیم خب بپره دیگه خب به هر حال تا یه حدودی نگرانتون شدم گفتم نکنه کارتون واقعی باشه مونا خانم جواب من یه کلمه است نگران شدید یا نه؟ آقا بهرام ببین شما همسایه مایی بعد انسانی به هر حال پای جون یه انسان در میونه دیگه انسان هست که من بذاره بیرون یه دقیقه بذارید من لایی با اون چک کنم اینم چی رو شما رو ندیدم واقعا برام عجیبه تو شرایط سخت بودم و احتمالا متوجه نشدم این که نیستی این خودشه همینه دست برده یه دقیقه اینم منم هاشمی پرورشی 42 چیتا تو هم بودی تو لایف خانوم ها آقایون همسایه های محترم بیایم بیرون میخوام یه خبر خوشی بهتون بدم مونا هاشمی پرورش 42 اوه تو چرا منگی؟ بابات کو؟ بابام؟ بچه اینا محل نمیذارن خیلی خوب حالا که اینجوری شد میرم زنگ میزنم به شاپور بنگادار بیاد این خونه رو بخره بکوبه بسازه شما رو هم بریزه بیرون هر شهر همتون راحت شد سلام علیکم خبر خوب چی شده با؟ سلام علیکم باز چی شده؟ حتما باید زور بالا سرتون باشه تا حرف گوش کنید و الان با زبون خود حرف گوش نمی کنید چرا آخه یه جمعه است ما داشتیم استراحت میکردیم تعطیلیه دیگه بله خب جمعه است که جمعه است واسه شما که هزار ماشاءالله هر روز هفته جمعه است حالا اینو بده دست من نگهدار یه خورده میگم خواهر خانم یه خورده انصاف داشته باشین دیگه بابا ما هم یه جمعه رو داریم برای استراحت تازه غیر از استراحت بعد امروز خونه تکونی هم بکنیم بله. لااقل بذاریم ما مردا بریم به کارمون برسیم خانوما به نمایندگی هم ما اینجا هستن دیگه بریم باشین کجا داریم میرین شما آقا بویو این خزر پزر رو ریخت اینجا اینه بازار مکاره کرد اینجا رو ببینم این خزر پزره من مگه جای کسی رو تنگ کرده اینجا بله. بعدش هم بودن این خزر پزره اینجا بیشتر از اینکه برای من نفت داشته باشه ضرر داره
ببخشید اگر منظورتون اینه که ما چیزی برداشتیم، ما برداشتیم پولشو دادیم. دقیقاً. من مگه اسم شما رو آوردم آقای هاشمی؟ یه جوری گفتید یعنی حساب آوردید دیگه. نه خیر، نه من اصلا اسم هیچ کسی رو نیوردم. الکی به خودتون نگیرید. بعدش هم اگه کسی از همسایه‌ها از این وسایل استفاده کنه، مگه ما تا حالا کسی پول گرفتیم؟ نه شما که لطف دارید. اجازه بده من همینجا اعلام می‌کنم ما تا حالا از هیچ همسایه‌ای بابت استفاده از این وسایل هیچ پولی دریافت نکردیم. اگه از باقی همسایه‌ها نگرفتید که به کنار، ولی اگه ما چیزی برداشتیم پولشو دادیم. من خودم صاحب مالم، چجوری برداخت کردیم من در جریان نیستم. آقا بویوک شما نگران نباش، من با الیزابت جان حساب کردم. بله نفهمیدم حساب کردم؟ چه حساب کردم؟ ای آقا بویوک چرا من نمیگی بس؟ جلوی یه جمسر من داد نزن. من با دیدونم سنگ اختراشت جلو مردم. ای من که نمیخواستم خبردار باید بشم من بدونم. من نمیخواستم بگیرم آقا بویوک، زهره جون به زور اومد داد. من بگو خب چقدر داد؟ همه رو کامل حساب کردم. بله خیلی خوب. من گفتم بیاین اینجا به حساب کتاباتون برسین. من شما رو صدا کردم اینجا که یه خبر خوش بهتون بدم. یه اتفاقی میخواد بیفته امروز تو این خونه برای همه تون خوش یمنه. یه عروس و داماد داره میاد اینجا، الان تو راهن. مستاجر جدیدن؟ آدم باز؟ نه بابا، میان برای عکاسی، میخوان عکس بگیرن. برای همین شما این خنزر پرزراتو ورده بریش تو اون اتاق. تو هم بچه‌ت نذاری بره بالا پشت بونه خودشو بخواد بنزه پایین. تو هم نیای سر حوض هی شرت و پرت کنی. شما هم نظارت داشته باش که اینجا رو همه رو تمیز و مرتب کنن. یه دو سه ساعت امروز آبروداری کنین. الحمدلله کرایه که بهم نمیدین. بذارید امروز صاحب 2000 بشین. میگم خبر خانم، حالا که اینجوریه منم اصلا شاگردای تئاترمو تعطیل میکنم که اینجا آروم باشه، شما خیالتون راحت بشه. خبر خانم اجازه بدین من اگه وسایلمو گذاشتم گوشه حیات برای اینه که ما هممون از این حیات سهم داریم. بله حیات مشاه. بله بعدش هم این چهار تا وسیله من به کسی کاری نداره که کاری داره. حالا من میخوام ببرم بذارم تو اتاق، خود شما پس ورد سر برج که بشه به من میگی که تو اجاره یه اتاق داری میدی، دو تا اتاق اشغال کردی. نمیگی شهرام شبا میره اون اتاق میخوابه، من تو کرایه میگیرم. اینقدر شهرام به کسی کاری نداره که بره بخوابه. خب بابا این خونه مال هممونه، ما خونه یکی هستیم، از هم جدا نیستیم. پس آبروداری کنین، آبروی من رو یه دو سه ساعت بخرید. بابا خیلی نوبت شماست، ببرین بنده خدا رو. چی گفتی نوبت من هست؟ آقا اینا طبق اون لیست نوبت شماست. نوبت من که نیست، ولی خیلی خب باشه من میبرم. بفرمایید. خب بریم بفرمایید تو، بریم کارامونو بکنیم. آفرین. خیالتون راحت. هم نظارت داشته باش. آفرین. ببینا. واسه دی بریم من نگام کنی ببرش. ببر دیگه. بودو. زدن
همتون برین تو خونهاتون، بس دیگه اونا هم جمع کنیم بزنین اون بس. میگم خاور خانم میخوایم ما مردا بریم خانوما بمونن به شما کمک کنن؟ نه خیلی لازم نکرده، همتون برید، همتون برید اینجا خلوتتر بشه بهتر، اونجا رو پارو هم جمع کنیم بدید. بیا تو از حوض برو قایس آبرو بسید، برو برو داری کنیم برید. اومدم اومدم. بفرمایید بفرمایید تو. سلام. سلام سلام سلام. بفرمایید 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 سلام. چرا شما این چرا این شکلی هستی؟ وای نپرسیم، مردیم و زنده شدیم تا رسیدیم اینجا. چرا؟ والا خانم یه عمره به همه خوبی کردیم، همشون به ما میگفتن انشالله شب عروسیتون جبران کنیم. بفرمایید، نم جبران کردن، نامرده یه دونه جک به ما ندادن. چی شده بود مگه؟ هیچ، وسط اتوبان پنچر کردیم، یه نفر وای نساد، مجبور شد خودش از سیم بالا بزن. خودش از سیم زده، عجب بدشانسی. ببینم حالا این بدشانسیتون یه موقع تدیک خور نباشید برف و بارون بیاد شب. وای نگین تو رو خدا، دیگه حوصله یکی برنامه رو نداریم. صبحم راهنمای رانندگی جلومونو گرفت، خواست ماشینو بره پارکینگ، کلی التماسش کردیم نبرد. حالا خدا بزرگه، بفرمایید بفرمایید خدا بزرگ. بله حیات آماده است برای شما، بفرمایید. خیلی خوش اومدید. آخ آخ این لباستم کشیده شد زمین، همه پاکی شد. این حیات تحت اختیار شماست، ببرید. تحت اختیار شماست، انشالله که براتون خوش قدم باشه، خوشبخت بشید. خیلی ممنون حمید، اینجا خیلی قشنگه. آره خیلی قشنگه. میدونین ببخشید یه ذره اینجا ریخته پاچی داد. شبنم جون بهم گفته بود شما دنبال یه خونه قدیمی میگردید، ولی من اصلا یادم رفته بود، راستش دو سه روز پیشم گفته بود. حالا خیلی جای دیگهش قشنگه. اختیار دارین، اصلا میتونیم بریم ببینین. شبنم بهم گفت گفت اینجا خیلی قشنگه، ولی آدم وقتی میبینه واقعا لذت میبره. بله بفرمایین بفرمایین بفرمایین، حال جای دیگه هم داره قشنگتر. بفرمایین بله بله راحت باشین بفرمایین، اینجا هیچ کس نیست، تحت اختیار خودت. بفرمایین. الو زهره جون سلام، در چه حالی؟ آره میدینی؟ خیلی به هم میاد. ببین دارم از فضولی میمیرم، برم پایین یه سر و گوش آب بدم ببینم چه خبره. حالا خاور عصبانی بود یه چیزی گفت. آره ببین ببین ببین، من میرم چند تا چایی میریزم، خب تو هم یه چیزی جور کن بیا بریم پایین پذیرایی کنیم ببینیم چه خبره. آره خدافظ. خب آماده اید؟ یه کمی نزدیکتر. خوبه؟ مرسی. خب یه دونه دیگه. خواهر خانم رحم. خواهر خانم چقدر عکس میگیریم؟ من چند تا ازتون گرفتم، گفتم یه دونشم چاپ میکنم میزنم رو شاسی، یادگاری خدمتون تقدیم میکنم. خب من کار نکردم، این پشت وایسادم. خب همش تو کادر منی. باشه باشه میرم کنار. آماده؟ یه عکس با نفره بگیریم. مرسی مرسی، خوبه لبخند بزنید. ای بابا. سلام، خیلی خوش آمدین، بهتون تبریک میگم، ایشالا به پای هم پیر بشید. الیزابت هستم، بفرمایین چایی. من نگفتم از اتاقتون بیرون نیای. ایوا خواهر خانوم، احساساتی شدم عروس داماد دیدم، یاد خودم آقا بویو گفتادم. آخه میدونی وقتی ما داشتیم ازدواج میکردیم انقدر کار داشتیم، انقدر استرس داشتیم، ما داشتیم از خستگی از پا در میمدیم، دل اون میخواست که برامون چای بیاره، کسی نبود، واسه همین منم فکر کنم شما اینجوری برای تو چای آوردم. بفرمایید. خیلی الان موقعش نیست. حالا بفرمایید. حالا دیگه آورده، بفرمایید. دست شما درد نکنه. عکس بگیرید. بفرمایید. حالا چای رو ببخشید. ببخشید. شما لطف کنید همینجا بیسید، از همینجا تماشا کنید. مرسی. خب عروس اومده عزیز، میریم برای عکس دو نفره. خوب آماده اید؟ بله. یک دو بابا. مبارک انشالله، چه عروس و دومادی. انشالله خوشبخت و سفید بخت بشید. انشالله خوشبخت و سفید بخت بشید. به سلامتی عروس و دومادی. یک کف محکم. بله بله بله. شلو خوشبخت بشه. نفهمیدم مادر چرا کشمش خوردت برم نداشتم. ای خوشبختم شیرینی دیگه. بخوری بخوری. حالا خوبه بهتون گفته بودم پاتون از اتاقتون نذاریم بیرون. عروس خانم ببخشید، آقا داماد ببخشید،
آخه ما خونه یکیم دیگه. نه اتفاقا ما هم خیلی دوست داریم تو این فضا قرار بگیریم. باری کلا به این عروس خانم تو دست دانت حیام یه تازه داره. چرا؟ فقط اندازه ماه داره. بنازم بر مادر همچین گوهری که دختری چنین در خانه داره. یه کف محکم به خاطر عروس خانم. حالا سب کنی برای تو مادم باید چیه بگم. داماد داریم چه دامادی، شاخ شمشادی، به 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 چه دو یادم رفت مادر عروس خانم خوبی کنم یادم رفت اینکالا بعدا برای یه شعر خوب بگم. لحظه اگه میشه خود صدا رو ببخشید. بفرمایید مادر. حالا که هم شد چند عکس از ما بگیر. بگی با اسم هم بگیر. یه دونه آده این لفن 3 2 1. مخلصم چطوری؟ یکی دیگه خیلی صدات نمیاد. میشه یکی دو ساعت دیگه بهت زنگ بزنم؟ ببین ما الان داریم عکس عروسیمون رو میگیریم. خب آره اونم پیش منه چطور؟ فخریم آنه دست جمعی بیاده من کنی که رو هم بودم. بریم 3 2 1. اون خونه من ببین الان من تو شرط حساسی هستم، مثلا شوخشم. خونه من وو حسوب کردی آقا خوبی؟ نگران نباش حلش میکنیم، مشکلی نیستش که. درست میشه؟ من مخصوص شما آقا بویوک بیاریم اتاق آقا در این خوابیده، اونجا با هم صحبت میکنیم. خوش یعنی چیه؟ من توضیح میدم. برام خوش بیاریم آقا جو. من هنو مهیا نیستم. یه دقیقه بایستا بیبرو بیدم. برو آقا هاشمی صدا کن بگو بیاد اتاق آقا در این جلسه داریم. باش بذار کتا هم بپوشم. نمیخواد بابا مونا خانم شاد. باش بجا خوش بیار توضیح میدم. بیا برو بالا. نگران نباش بابا، درست میشه. بله آقا ما همین دوران رو گذروندیم. درست من خیلی بدشانسم. خیلی حرفا چی بود؟ بدشانسی چیه؟ خرافات این حرفا. حادث هست دیگه، پیش میاد اتفاق. پیش آمد از اسمش روشه دیگه. آقا من دست به طلا میذارم سنگ میشه. مادر من موقع زاییدن من بنده خدا فوت کرد. همه گفتن این پا قدمش نحسه. چی میگی تو؟ آقا جانی قصور پزشکی پیش میاد. بعدم مثلا عمر مادرتون به دنیا نبوده. خدا بیا مرزتش. خدا بیا مرزتش. باشه خدا بیا مرزتش. روز اول دبستان. بله. حال هممون خوب. نشستیم منتظر معلم بیاد. سرویسی که معلم رو داره میاره چپ میکنه. سه تا از معلمای میرن تو کما. این اسمش چیه؟ این اسمش بچانسی نیست. نه البته باز به شما ربطی نداره. این که این لوازم یدکی چینی مینی بی کیفیت میندازن رو ماشینا، اینجوری می حادثه پیش میاد. لوازم یدکی چینی اینو چی میگی؟ ببین برای من کنکور بسیار اهمیت داشت. کلی زحمت کشیدم، درس خوندم، هزینه کردم. حتی انقدر عقل و شعورم میرسید که آژانس 2 ساعت زودتر آوردم. نشستم رفتم آژانس تو راه پنچر میکنه. پیاده شدم چیکار کنم؟ دربست گرفتم. دربست تصادف میکنه. دوربر نگاه کردم، پیاده شدم دم اتوبوس. سوار اتوبوس شدم، 2 نفر زیر کرده. پیاده دویدم رسیدم سر کیسه جلسه امتحان. تا اومدم بشه 6 تا تست بزنم ممتنع اینجوری دست من ورقه رو کشیده رفته. این اسمش چیه؟ این اسمش بدشانسی نیست. چرا آقا بدشانسیه دیگه؟ 3 تا معلم کما بدشانسیه. آقا همین این که بدشانسی نیست که، بدشانسی به من میگن. خودم رفتم جلسه کنکور، کلی وقت اضافه آوردم، همه تستارم زدم ولی هیچ جا قبول نشدم. خاش برو سر بیارزت کنند. بابا من زحمت کشتم، کارگری کردم، خرج کردم برای این بره کلاس کنکور، کوف زهره بار، هیچ چی از توش در نمیاد. انقدر بی عرضه است. شما اگه اجازه بدید من دارم مشکل خودم حل میکنم. رفتم سر کار. کار پیدا کردم. چه کاری شو. چه شرکتی؟ یک شرکت واردات صادرات. باورت نمیشه ها. یعنی میگفتم تو یه مدت اینجا کار کنم میلیونر میشم. تا اومدیم و هیچ، اول تحریمی که زده شد عد زد به شرکت ما، شرکت ما وحشی هسته شد، ما هم بیکار. اسم این بدشانسی نیست. نه البته بابا جان، کار کاسبی کلا که ما هم کارمون آزاده که ساده. حالا اینا مال گذشته است، گذشته رو ولش کن. زندگی همین پر از فیلسوف و فراز دیگه. شما الان بگو مشکلت چیه. با هر بدبختی بود خودت پرمول جمع جور کردم، سر بنده خدا جهیزیه نگرفت،
از هزینه عروسیم کم کردم عروسیم. که بتونم یه خونه نقلی بگیرم. به کلیه دوستا و اقوام و آشنا گفتم که آقا یک دوستی من معرفی کنن که بتونه با شرط من کنار بیاد. و آنها هم یه دوستی رو معرفی کردن، اتفاقا یه آقای خیلی موجهی مثل شما، یه سیبیل نرمی هم اینجوری گذاشته بودن و حتی من گفتن که رقمی که میخوای بدی کمتر بده، یعنی خونه رو با رقم کمتر هم ازش خریدن. خدا پدرش رو بیامرزه. خب مردی که یه بی پدر مادر، مردی که یه آخا کل خونه رو کشید بالا، کی بهم خبر داد؟ همون دوستمون که خونه رو برام پیدا کرده بود که از شب عروسی من داد بهم بگن که خونه تو کلا برد و کشید بالا. من حالا بچه‌ات نیستم. هستی خب آقا من ختم جلسه رو اعلام میکنم آقا، چون همین جوری پیش بره با وجود آقا امیر قله آتشفشان دماوندم یهو فوران میکنه. برام آدم باش، ببند. میگم آقا حمید، این سال چند بود این اتفاق افتاد تو دبستان تو معلم رو چپ کردن؟ 67 این طوره بود. 67 منطقه تو نکه گفتید کمالی بود. کمه هی دارم فکر میکنم کمه فوت کرد دو روز بعد از کمه اومد بیرون فوت کرد. کمالی بود چه بد؟ خیلی ناراحت. بی خیال راجع میشه. شما چرا ناراحتید؟ چرا نگران شدی؟ حالا گذشته شما چرا میخندی؟ با بیدار میشه الان همون دنی میزنه شتک پتک میکنه. آقا میگم جای این حرفا مشکلی منده خدا هر کوچه ناراحت الان. مشکل شو میگی مگه چی گفت؟ کلا برداری کردن خونه دستش رفته. نه بابا. بله. آقا چرا نرفتی شکایت کنی؟ چی میگی تو بابا؟ روز عروسیشه، نمیفهمی مگه الان عروسی رو ول کنه بره شکایت کنه؟ به زنش چی بگه الان؟ آقا خواهش میکنم این موضوع بزنم نگینا، اگه زنم بفهمه کل ساختمون رو سرمو خراب میکنه. نگران نباش، نگران نباش پسر. یه چیز کن از این چیزا، اس ام اس بده به مادرت، بگو سر عروس خانم یه جوری گرم کنن حواسش پرچه نفهمه چه اتفاقی افتاده. نزن. من فکر کنم اون یکیشون هم رضایی بود فامیلیش، چون کمالی و رضایی باجناق هم بودن، دوتایی معلمای پرورشی بودن جفتشون. همشون پرورشی بودن ها؟ نه یکیشون هوای خود داشته باشی. آقا اینم عکاسه، اصلا برای دست عکس بگیره. اینقدر این عکس گره که به زله شد عکاسه. آقا این رو متوجه شده نشنبی یه اوبی آنشان. نه بابا نه بابا تو اینجوری حتی نزد دیگه. چی ها بودی تو رفت؟ من بابا خاشم این گاه تاعت بازی میکرد تا تو مدرسه اون بازی میکرد به تو یادمه. میشه ازتون خواهش کنم یه نفر بره حمیدو صدا بزن؟ آخر وقت نیامده، کلی هم کار مونده. ای با عروس جون اصلا نگران نباشه، این آقایون وقتی دوره هم جمع میشن این حرف زدنشون گل میندازه، بعد هی گل میگن هی گل میشنون، هی گل میگن هی گل میشنون. ببخشید ولی من فکر میکنم این خانوم ها که دوره هم جمع میشن حرفشون گل میندازه. ای با نه عزیزم شما آروم باش. ببین خانم، شما اصلا شوهرای ما رو نمیشناسی. اونا خیلی خونگرمن، تا یه غریبه رو میبینن انقدر باهاش گرم میگیرن که نگو نپرس. الان ببین از اون موقع تا حالا صدای خنده هاشون همینطوری میاد. گوش بده. صدایی نمیاد. نه عزیزم گوش کن، صدا میاد. نمیاد. میگه صدا میاد. وقتی زهره جون میگه صداشون میاد یعنی میاد. وقتی این دو تا دارن میگن صدا میاد، خود داره میاد دیگه. خانم وقتی سه تا دارن میگن صدا میاد یعنی میاد دیگه. خانم وقتی چهار تا بزرگتر دارن میگن صدا میاد یعنی میاد دیگه. راست میگن دیگه، صدا که داره میاد. فقط میشه خواهش کنم یک کدومتون برین صداش بزنین که بیاد. بله حتما. مونا جان مادر بلند شو برو صدا بزن بگو تشریف بیارن. خواهیم بیارن. عروس خانم فقط ببخشید. سلام آقا بهرام. سلام آقا خانم. میگم آقا بهرام این بالا چه خبره؟ ما بالاخره باید چیکار کنیم؟ بالا بالا که مشاهده میکنید خبر خاصی نیست، همه درگیرن و من کلی راه حلم دادم ولی هیچ کس گوش نداد. ولی واقعا مونا خانم من خیلی نگران بودم، گفتم اگر واقعا خودم توی همچین شرایطی، اصلا یه سوال مونا خانم، شما خودتون اگر جای عروس خانم بودید توی همچین شرایطی گیر میکردید چه اتفاقی میافتاد؟ من جای عروس؟ آره من که بودم سکته میکرد. من اصلا نمیتونم خودم رو تصور کنم. من اصلا نمیتونم خودم رو تصور کنم. ولی شما الان گفتی که من سکته میکردم. من گفتم سکته میکردم؟ من نه، گفتم خودم نمیتونم تصور کنم. اصلا ولش کن این حرفا رو. آقا بهرام بالاخره ما باید چیکار کنیم؟ نمیدونم مونا خانم، منم خیلی فکرام درگیره، ولی میگم بهتره فعلا شما یه خورده عروس رو دست به سر کنید، بفرستینش دنبال، اصلا بفرستید دنبال گل و گلاب از اینا که سر سفره حق میفرستن دیگه. آقا بهرام چیه؟ مونا خانم عروسه دیگه، مگه عروس نیست؟ داماده. مخلصی نه پر میخوای دامادم باش.
از هزار جا چین میخوری. آقا شمی میدونی ما اومدیم پایین که گفت اسمس رو که دادیم بیایم اینجا که ببینیم یعنی چیز شد. ما نمیدونستیم که بالاخره باید چیکار کنیم. من اومدم اینجا که ما بفهمیم که بالاخره ما باید چیکار کنیم. الان میخوای بفهمی بالاخره باید چیکار کنیم؟ شما میری پیش مامان وای میسی تکونم نمیخوری. منم با این چیتا میرم کیکو بذارم تو یخچال. اصلا من با سین اومدم پایین. پیک اومده. چی آورده؟ کیک آورده. چیتا برو بگیر. با اجازه.